مبینه شد شما حتما شاید حوادث هستیم که اخیرا برخی افراد اعضای جامعه مدنی خبرنگارا مورد کشتار هدفمند قرار میگیرند. به نظر شما چی تاثیر بر روند صلح در افغانستان داره؟ با نزدیک شدن به پروسه سال و امیدهایی که مردم افغانستان برآمدن یک سال دائمی داشتند، اما این قتل های هدفمند با طوری که ما شاید از دست دادن فعالین مدنی و نهادهای رسانه‌ای هستیم، تمام از اینا باعث میشه که مردم بی‌باوریشان بیشتر شود. کشوری که سالها جنگ داشته، کشوری که مردم فقیر هستند، بیکار هستند و میخواین که حداقل شاید آمدن یک سال باشند، شاید صلح کردن طرفهای درگیر در افغانستان باشند، اما هر روز خبر از دست دادن فعالین مدنی و رسانه‌ای باعث میشه که باوری بیشتر شود و مردمی در مورد سال داشته باشد. شما خودتان یک رادیوی مربوط زنان را پیش می بردین، حتما فعالیت های دارین، با خانما در تماس هستین. نگرانی خانما به خصوص خبرنگارا در مجموع چی است؟ اونا چی نگران چی هستند؟ میخوان صلح میخوان یا اینکه نگران هستند که ایالات متحده از افغانستان خارج میشه؟ نگران وضعیت امنیتی هستند؟ نگران چی هستند؟ متاسفانه ما با خاطر دستودن خبرنگارای ما یا کارکنان رسانه‌ای در ولایت ننګرهار از آدرس تلویزیون انعکاس یک برنامه نگایش عجیب به عملکردها داشتیم. در اونجا بانوان خبرنگار ابراز نگرانی داشتند از چگونگی آیندهشان، از نداشتن مسئولیت کاری، از اینکه خانواده ها حتی اجازه نمیتن که فرزندانشون با رسانه ها کار کنن، خصوصا بانوان. این نشان دهنده از این است که واقعا وضعیت وخیم و نگران کننده هست. اگر خبرنگارای ما به خاطر از دست ندادن جانشان از کار دست بکشن، پس کار اطلاع رسانی در افغانستان چگونه خواهد بود؟ اگر حکومت افغانستان فکر میکنه که عامل این برنامه های هدفمند مخالفین حکومت است، پس چرا هیچ وقت یک اراده بر تامین امنیت نداشته؟ تمام از اینا مردم فکر میکنن که اگر فردا نیروی خارجی در افغانستان نباشه، مبادا اینا جنگ های گذشته را تجربه کنن. اگر حکومت قبلی طالبا یا حکمیتشان دوباره بیاین بالای مردم، مردم باز هم خاطرات ناخوش از گذشته دارن و اگر وضعیت به می شکل هم ادامه پیدا کند، جای نگرانی بزرگ است. مردم تنها درگیر جنگ نیستن، مردم بیکار هستن، مردم فقیر هستن، رسانه ها دچار مشکلات اقتصادی هستن و هر روز از دست دادن کارکنان رسانه ای یک تشویش بزرگ بر خانواده رسانه های افغانستان است که دقیقا ما هم نگران هستیم و هم خواهان مسئولیت و امنیت خبرنگارای ما سوی حکومت و هدف قرار ندادن خانواده رسانه از سوی مخالفین حکومت و هر گروه دیگه که حداقل با حکومت افغانستان مخالفت دارن هستیم. شما با ادامه مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبا و دست یافتن به یک رایحل سیاسی خوشبین هستین؟ خب معلوم دار کشور که سالها جنگ داره و جوانایی که در این جنگ تولد شدن، بزرگ شدن، اما از اینا به نوعی میخواین که سال در افغانستان بیاید. دقیقا باید خوشبین باشیم که ما بالاخره با یک سال دست نیافتنی دست میابیم، اما اگر هر روز جنگ ها شدت پیدا میکنه، ناامنی بیشتر میشه، اما که آمد مورد هدف قرار میگیره، مردم بیگناه جان خود از دست میتن، اینجاست که بعد باور و بی‌باوری یک جا میشه و مردم فکر میکنن که هیچ کس مسئولیت و تامین امنیت از اینا را نداره. هیچ طرف خواهان منافع ملی بر مردم نیستن. این یک نگرانی بزرگ است. ما نمیتونیم همزمان هم صلح بخواهیم و هم شاید جنگ های خیلی شدید در افغانستان باشه. به نظر شما خانم اکثرا نگران هستن که این رایحل سیاسی با برای از دست دادن دستاورد زنان تمام نشه و زنان نمیخواین که چیزی که تا به حال وقت زحمت به دست آوردن با آمدن طالبا که اونا نظریه و افکار خود دارن روش اسلامی خود میخواین که مشخص هم نساختن که اصلا از خانم ها چی میخواین و بحث در این مورد نشده. شما نگران نیستیم که قدر دستاورد که خانم ها دارن از دست بره به قیمت سال؟ چرا نگران نیستیم؟ برنامه مختلفی وجود داشته، نشست های بوده، صحبت های بوده، تبادل نظر شده در این مورد. زنانی که در گذشته تجربه تلخ از حکومت طالبان داشتن، زنانی که در این مدت دو دهه اخیر تحصیل داشتن، دانش داشتن، کار کردن، تجربه کسب کردن و مطابق قانون حق خود میدانن کار کردن در بیرون، یک نگرانی بزرگی میتونه باشه. چون قرار نیست که ما به عقب برگردیم. ما که می خواهیم با جهان یک جا شویم و یک جا شدن با جهان تلاش کار داره، امنیت می خواهیم، مسئولیت در مقابل برقراری حقوق شهروندان می خواهیم، بخصوص زنان که اگر طرف های مذاکره کننده، حالا چی حکومت افغانستان، هیئت مذاکره کننده و یا مخالفین حکومت افغانستان
حتی جامعه جهانی اگر باشه، قرار نیست که ذاکرات صلح یا تفاهم صلح با از دست دادن یا قربانی رساندن به یک طبقه و یک قشر دیگه در افغانستان باشه. زنان در افغانستان آگاهی زیاد را دیدن، زنان در اینجا تلاش بیشتر کردن، در اینجا قربانی دادن و در اینجا زندگی میکنن. این حقشان است که از تمام امتیازات حقوق بشری اینا برخوردار باشن و بتوانن هم خدمت بر جامعه کنن و هم به آرزوهای خود برسن.